Until next week, I'm Stacia Freeman for Pure Passion. عزیزای دلم، خدا شکر میکنم برای وجودتون. تینا هستم. امروز تو قلبم بود که یکی یه آیه‌ای رو با هم دیگه اشتراک کنیم. تیتوس 2:11. زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات بخش است و ما میآموزد که بیدینی و امیال دنیوی را ترک گفته با خیشتنداری و پارسایی و دینداری در این عزیست کنیم. الان هممون واقعا تو شرایط سختی هستیم، شاید خیلی در ترسیم، در نگرانی هستیم، ولی تو این شرایط خداوند خیلی نکات مثبتی رو هم داره ما آموزش میده، داره ما یاد میده و فیض خداوند داره جاری میشه تو این سختی ها. و همونطوری که خودتون میدونید، خیلی جاها، خیلی از ماها خیلی عوض شدیم و خیلی از انسانهای دیگه که به مسیح ایمان نداشتن الان دارن تو این شرایط ایمان میارن و این همون فیض خداوند، قدرت خداوند هستش که تو شرایط سخت وقتی که ما قرار میگیریم، خداوند فیضش رو میریزه بیش از بیش بر ما و خدا رو شکر میکنیم برای این فیضی که خداوند به تک تک ماها داده و کافیه که فقط بخوایمش و دریافتش بکنیم و خداوند به ما خواهد داد. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون. به دستان مسیح میسپارم. عزیزای دل، خانواده هفت، خوش آمد میگم بهتون به یه برنامه دیگه، یه جلسه دعای دیگه. خدا رو شکر میکنم که امروز در کنار هم هستیم و در این جمع میتونیم با هم دیگه در دعا باشیم و خدا رو شکر میکنم برای تک تک عزیزان دلی که امروز حضور دارن. خواهر یکتای عزیزم، برادر رضا، خواهر مهناز عزیزم و برادر شروین عزیز، و خدا رو شکر میکنم برای برادر رضا جان که امروز صدای شما هستن عزیزان دلم و حتما درخواست های دعاتون رو برامون بفرستید. مطمئن باشین که دونه دونه دعاهای شما نوشته میشه. عزیزان ما در تیم شفاعت براتون دعا خواهند کرد و با استقامت در دعا ایستادن و واقعا با تمام دل و جانشون شما رو خدمت خواهند کرد. حتما تمام درخواست هاتون رو بدین. برادر رضای عزیزمون امروز در خدمت شما هستن و خدا رو شکر میکنیم. امروز تعلیم هم شروین جان، همسر عزیزم، تعلیم رو آوردن که همون در راستای کلیسای هفت هستش، موعظه کیشرموز جان در مورد فرزند بودن و فرزند خدا بودن. میریم یه دعا میکنیم و جلسه‌مون رو با یه سرود پرستشی آغاز میکنیم. خداوند زنده در آسمانی، خدایی که پر از جلالی، خدایی که محبت تو عظیم و ازلیه خداوند، و با تمام دل تو گزارت می خداوند که امروز ای خداوند
هستی در بین ما، شکرگزار تیم خداوند که تو امروز ما رو دور هم جمع کردی خداوند. امروز خداوند عزیزانت رو خداوند کشوندی پای این برنامه خداوند که باهاشون صحبت کنی ای خداوند، با قلب تک تکشون صحبت کنی ای خداوند. امروز مست تو قوت تو بریزه بر تک تک ما، بذار خداوند امروز حقیقتا با مست تو با قوت تو خداوند عزیزان تو رو خدمت کنیم خداوند. حقیقتا ای خداوند امروز ای خداوند دعاهامون رو و پرستش هامون رو به حضور تو میاریم ای خداوند قدوس و به تو اعلام میکنیم که چقدر دوستت داریم، که چقدر عاشقتیم، چقدر خداوند با تمام دل و جانمون، تمام سلولهای بدنمون نام زیبای تو رو صدا میزنه، چرا که تو قدوس اسرائیل هستی، چرا که تو خدای زنده هستی و تو خدای هستی که هستی ای خداوند. همیشه همه جا در هر لحظه در هر ثانیه با مایی پدر جان. شکرگزار تیم ای خداوند زنده که تو در آسمانی ما هستی. به نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. آمین. خداوند آسمانی ای منشأ محبت، انوار مهر ابدی، حاکی از لطف و رحمت، Sempre.
سلام میگم خدمت همه عزیزان خداوند، همه مقدسین عزیز. برای شکر میکنم برای وجودتون. امروز دلم هست در مورد کتاب یوحنا باب 14 آیه 6 آیه بسیار زیبایی صحبت کنم و برکتی که خودم گرفتم رو در واقع با شما شیر کنم و باعث برکت بشم. آیه اجازه بدید بخونم. این آیه خیلی زیباست، میگه من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. خیلی موقع ما از این آیه استفاده میکنیم برای بشارت دادن و خیلی هم عالیه و واقعا این آیه اعلام میکنه که فقط از طریق عیسی مسیح میشه به پدر رسید. ولی امروز میخوام یه مقدار عمیق‌تر و یه مقدار دقیق‌تر این آیه رو باز کنم، جوری که باعث برکت بشه، جوری که باز کنم که چرا عیسی مسیح این حرفو میزنه، با چه انگیزه این رو میگه، منظورش چیه، چه جوری عیسی مسیح فقط از طریق عیسی مسیح میشه به پدر رسید، این قضیه چه جوری امکان داره در واقع برام. قبل از اینکه حالا در مورد این آیه صحبت کنم، در مورد فرزند خدا بودن و پسر خدا بودن که این ما هم در این قضیه هستیم و برنامه و لول کلیسای هفت به این طریقه که این ماه رو اختصاص داده به این قضیه و شناخت این که فرزند خدا بودن یعنی چی اصلا، در مورد یه توضیح بدم که فرزند خدا اصلا یعنی چی. یه توضیح کوچیک، فرزند خدا بودن یه اسم نیست عزیزان، فرزند خدا بودن فقط یه اسم نیست، یک لقب نیست. فرزند خدا بودن یعنی این که ما کار پدر رو انجام بدیم. فرزند خدا بودن یعنی این که ما اون چیزی که خدا برای ما میخواد رو، اون زندگی که اون برای ما میخواد رو انجام بدیم. اون مسئولیت، اون چیزی که فرزند خدا بودن یه نوع زندگیه. فقط یه اسمیست که بگیم خب من فرزند خدا هستم، خدا رو شکر من فقط نمیدونم بقیه نیستم، من فرزند خدا هستم. نه، فقط این نیست. فرزند خدا بودن یعنی این که عزیزان باید یه کاری انجام بدیم. در زمانهای قدیم فرزند کلن کار پدر رو انجام میداد و اون شغل اون رو دنبال میکرد. فرزند خدا بودن یعنی اینکه شغل پدر آسمانی رو انجام بدیم. کار پدر آسمانی، حرفه پدر آسمانی فروتنیه. فرزند خدا بودن یعنی فروتن بودن. فرزند خدا بودن فقط یه اسم نیست. نباید مثلا بگیم حالا چون ما ایمان آوردیم و دعای نجات رو تکرار کردیم و کلام خدا هم میگه فرزند خدا هستیم، ما دیگه فرزند خدا هستیم. نه. باید ببینیم آیا اون کاری که کتاب مقدس معرفی میکنه از فرزند خدا بودن رو آیا انجام میدیم یا نمیدیم. اگه اون رو انجام میدیم ما فرزند خدا هستیم، ولی اگه انجام نمیدیم ما فریب خورده هستیم، اخفا شدیم به دست شریف، فرزند خدا نیستیم. خودمون رو فرزند خدا میدونیم، از دید خدا ما فرزند خدا هم نیستیم. پس فرزند خدا هم بودن یعنی کار خدا رو انجام بدیم. حالا اینکه ما بتونیم کار خدا رو انجام بدیم باید آموزش ببینیم، باید خدا به ما یاد بده، بعد ما باید اول شبیه پدر آسمانیمون بشیم که بتونیم در واقع کار اون رو انجام بدیم. و برای اینکه این کار انجام بدیم خداوند یک برنامه‌ای ترتیب داده. وقتی که ما ایمان میاریم، وقتی که تعمید میگیریم، در واقع با تعمیدمون داریم اعلام میکنیم که من حاضر هستم که راه رو برم و از خدا بخوام. خدای ما خدای جنتلمنیه، نمیاد با زور بگه نه باید تو شبیه من شی. نه، این کار انجام نمیده. از طریق تعمید، وقتی که تعمید میگیریم، بعضی هنوز معنی تعمید رو نمیدونن. نمیدونن اصلا برای چی باید تعمید بگیرن. تعمید عزیزان یه اعلامه. یعنی این که من به خداوند اعلام میکنم. به کسایی که اونجا هستن، به اون مقدسین، به اون کسایی که در کلیسا هستن، اعلام میکنم که من حاضر هستم راه صلیب رو برم. حاضر هستم خداوند در این راه منو ببره و در نفس بکشه و دوباره منو قیام بده. از قدرت خودش، از روح خودش دوباره من رو بنا بکنه و من رو قیام بده، من رو بلند کنه، من رو رشد روحانی بده، جنبه من رو ببره بالا، هم ردیف با پسر خودش قرار بده، به قامت پوری عیسی مسیح برسم تا بتونم کار خدا رو انجام بدم. این برنامه‌ایه که مسیحیت عزیزم یعنی این. مسیحیت عوض کردن دین نیست. مسیحیت یعنی این که ما واقعا ایمان بیاریم به عیسی مسیح و زندگیمون رو دست اون بسپاریم، به خداوند اعلام کنیم حاضرم در واقع شبیه تو بشم، این اجازه رو به تو میدم. این کار رو از طریق تعمید ما انجام میدیم. وقتی که ما تعمید، وقتی عیسی مسیح تعمید گرفت، یحیی بهش گفت نه تو باید من تعمید بدی، من لیاقت ندارم تو رو تعمید بدم.
عیسی مسیح گفت بذار کار خدا انجام بشه. بذار اراده خدا انجام بشه. تعمید در واقع اعلام میکنیم که حاضر هستیم اراده خدا در زندگی ما انجام بشه. این رو قبول میکنیم و اعلام میکنیم. وقتی که این رو اعلام میکنیم، حالا میریم تو مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ مرحله بعد اینه که روح القدس میاد ما رو میبره تو یک راههایی، تو یک شرایطهایی، یک سری درس ها به ما بده. فرزند خدا بودن یعنی صبور بودن. روح خدا ما رو میبره صبر رو به ما یاد بده. فرزند خدا بودن یعنی فروتن بودن. روح خدا میبره و فروتنی رو به ما یاد میده. فرزند خدا بودن یعنی بخشیدن، محبت کردن به کسایی که به تو بدی میکنن. و روح خدا میبره اینها رو به ما یاد میده. و جاهایی که روح خدا ما رو میبره شاید جاهای خوبی نباشه، شاید یه مقدار سخت به نظر برسه. مثلا اگه خدا بخواد به ما صبر رو یاد بده، اجازه میده یک شرایطی رو تجربه کنیم. ما یک در واقع در انتظار خداوند صبر رو یاد میده، از شرایط متضاد استفاده میکنه برای یاد دادن. اینکه بخواد به ما محبت کردن رو یاد بده، اجازه میده ما در بین افراد محبت باشیم. اون موقع است که ما محبت رو یاد میگیریم. اون موقع است که ما یاد میگیریم به دشمنانمون محبت کنیم. اگه خدا بخواد به ما واقع رشد روحانی بده، زود رنجی رو از ما بیرون کنه، اجازه میده که مردم به ما واقع بتوپن، قلب ما رو له کنن. ما تو تمرین شبیه خدا میشیم. این کاریه که روح القدس میکنه. پس مسیحیت، ما خیلی اینجا خیلی وقت صحبت میکنیم در مورد مسیحیت و اعلام میکنیم که بیا قلب تو به عیسی مسیح بده تا نجات پیدا کنی. مسیحیت یعنی عوض شدن زندگیت. مسیحیت یعنی رشد روحانی. مسیحیت یعنی که صبر تو بره بالا. مسیحیت یعنی اینکه تو قویش انبد بره بالا، بتونی کارهای بزرگ برای خداوند انجام بدی. این یعنی مسیحیت. مسیحیت واقعی یعنی این. این کار رو روح خداوند انجام میده. در کتاب فیلیپیان، ببخشید، در کتاب رومیان باب 8 آیه 14 میگه آنانی که از روح خدا هدایت میشوند سران خدا هستند. آنانی که از روح خداوند هدایت میشوند. در مسیحیت روح القدس وجود داره. فرق مسیحیت و ادیان‌های دیگه اینه، در مسیحیت روح خداوند میاد و تو رو عوض میکنه. روح خداوند میاد و به تو آموزش میده. ادیان‌های دیگه میگن که این کار بده، این کار خوبه، این کار انجام بده، این کار انجام نده. خب اینو هر کسی میتونه بگه. یه بچه هم میتونه بگه چی بده، چی خوبه. اینکه ما بفهمیم چه چیزی بده، چه چیزی خوبه، این زندگی ما رو عوض نمیکنه. در مسیحیت روح القدس میاد در زندگی. فرق بین مسیحیت و ادیان های دیگه اینه. حالا برگردیم سر همون آیه اولمون، همون کتاب یوحنا باب 14 آیه 6 میگه هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمیآید. چرا؟ چرا حالا این آیه برامون باز شد؟ چون در از طریق عیسی فقط روح القدس رو میتونی دریافت کنی. از طریق عیسی روح القدس تو رو وارد یک شرایط هایی میکنه که به تو آموزش بده. این در ادیان های دیگه وجود نداره. ادیان های دیگه روح القدس نیست. روح القدس نمیتونه تو قدرت بده که تو بر در واقع گناهات چیرش. خاطر همینه فقط در مسیحیت تو میتونی عوض شی. تو قدرت به تو داده میشه. فقط نصیحت نیست. از آسمان این قدرت میاد و اسم این قدرت فیضه. کتاب عرضم خدمتتون اول قرنتیان باب 1 آیه 18 زیرا پیام صلیب برای آنانی که در طریق جهالت هستند، طریق هلاکت هستند، جهالت است. اما برای ما که رهروان طریق نجاتیم، قدرت خداست. قدرت خداست. کلمه کلیدی این آیه قدرت خداست. در مسیحیت قدرتی به تو داده میشه که تو بتونی بر گناهات چیره بشی، پیروز بشی. و این قدرت ادیان‌های دیگه وجود نداره. خاطر همینه که عیسی مسیح میگه که فقط و فقط از طریق من میتونی به پدر برسی. فقط از طریق من میتونی تو پسر خدا خونده شی. فقط از طریق من تو میتونی فرزند خدا بشی. فقط از طریق من میتونی شبیه خداوند بشی و رشد روحانی بکنی. از طریق ادیان‌های دیگه نمیشه. ادیان‌های دیگه شریعت رو مطرح میکنن. شریعت رو خداوند از طریق موسی داد. انگیزش از این که شریعت رو داد نبود که مردم رو نجات بده. شریعت داده شد که مردم رو محکوم کنه. بعد اول قانون می اومد و انسان ها محکوم می شدن. بعد خداوند نجات رو مهیا می کنه. خداوند این کار رو از طریق
شریعت انجام داد که به موسی داد. شریعت اصلی و شریعت واقعی رو خداوند به موسی داد. ادیان های دیگه کپی کردن. شریعت واقعی من خیلی ها میبینم مثلا مسلمان ها میگن که نمیدونم اسلام دین خوبیه چون مثلا روزه داره مثلا یا مثلا ختنه هست توش مثلا بوچه فلان چیزو نباید خورد بوچه خوک نباید خورد. اینا همه یهوده از اون کپی شده. خداوند اونها رو نداد برای نجات، داد که محکوم کنه. اول باید ما محکوم میشدیم. زمانی که آدم تو زندان نره قدر نجات رو نمیدونه. اول باید ماها محکوم میشدیم و تو زندان میرفتیم و بعد خداوند عیسی مسیح میومد و ما رو نجات میداد. این کار خداونده و این نقشه خداونده. کار خداوند و نقشه خداوند برای عوض شدن ما اینو شریعت نیست. کار خداوند و نقشه خداوند اینه که پسرش رو فرستاده، این پسر برای ما قربانی شده و کفاره گناهان ما داده شده. کفاره یعنی پوشش. حالا پدر آسمانیمون میتونه بیاد با ما رابطه برقرار کنه، ما رو رشد روحانی بده و ما رو عوض کنه از طریق روح القدسش. فقط از طریق این میشه نجات رو دریافت کرد. فقط از طریق این میشه عوض شد. فقط از طریق این میشه گناه نکرد. از طریق این که من یه سری کتابا رو بخونم چه کاری بده چه کاری خوبه، بعد دانستن اینها نه آدمو عوض نمیکنه. نقشه خدا برای عوض کردن مردم این طریق بود که عرض کردم خدمتتون. خاطر همینه که عیسی مسیح میگه فقط از طریق من شما میتونید سر خدا کنید. امیدوارم عزیزان برکت گرفته باشید. دعا میکنم ای پدر به نام عیسی مسیح، حضور مقدست میایم ای خداوند، از تو میطلبیم که ما رو تقدیس کنی ای خداوند عزیز. ای خداوند ما رو پر کن از روح خودت ای خداوند و اون جاهایی که ما رو میبری ای خداوند عزیز ما رو عوض کنی. فیض بده که تشخیص بدیم ای خداوند عزیز، تا زیر دست تو فروتن شیم، تا عوض شیم، تا رشد روحانی داشته باشیم. نمیخوام مثل انسانهای دنیا برخورد کنیم، نمیخوام دنبال عیش و نوش باشیم ای خداوند. ما رو زیر دست زورآور خودت فروتن کن و ما رو بنا کن ای خداوند، تا بتونیم برخواسته کارهای عظیم انجام بدیم. کلام تو میگه آنانی که خدای خیش را شناخته برخواسته کارهای عظیم خواهند کرد ای خداوند. امروز ای خدا میخوام تو رو بشناسیم ای خداوند عزیز، تا برای تو در این دنیای تاریک و سقوط کرده بدرخشیم ای خداوند با قدرت روح القدس ای خداوند. همه این دعاهام رو در نام مقدس عیسی مسیح کردم. آمین. میریم سرود رو میشنویم و با هم خداوندمون رو پرستش میکنیم. آمین. صدایت آیت جاری تنین روح بیداری دم مستی و هوشیاری مرا از خود رهایم کن بخوان نامم به آوازت به شور و جذبه رازت به آنبانگ جهان سازت از این دنیا جدایم کن صدایم کن صدایم آواز سحرگاهان به اجازه حضور نور که میتابد به روح و جان صدایم کن صدایم کن لب بسته و خاموش اگر گنگم اگر مدهوش
مرا از نو بنایم کن. مسیحای صدایم کن، به فرمان کلامت تو ز قبر کهن برخیزم، به هستی در هم آمیزم. شهنشاهم صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن، به آواز سحرگاهان، به اجازه حضور نور که میتابد به رو و چشم. صدایم کن، صدایم کن. هللویا، واقعا شکر میکنیم برای کلام زنده خداوند که اینطوری واقعا با قلبهای تک تکمون صحبت میکنه. خدا رو شکر میکنیم برای عیسی خداوند، خدا رو شکر میکنیم برای کلام زنده خداوند. عزیزی که در درد هستی، عزیزی که الان نشستی و افسرده هستی و فکر میکنی که دیگه دنیا برای تو تموم شده، عزیزی که پر از مریضی های مختلفی هستی و فکر میکنی که اصلا خدا صدای تو رو نمیشنوه، عزیزم دن شو، خدای ما زنده است. کافیه فقط بیای و بهش ایمان بیاری و قلبتو بهش بدی و ببینی که خداوند چجوری برای تو اعجاز میکنه. همونطوری که برای همه ایمانداران به مسیح هزاران هزار بار شاید براشون اتفاق افتاده، چه مخمصه هایی بودن، تو چه مشکلاتی بودن و خداوند واقعا از اون مشکلات بلندشون کرده و رهانیدتشون. بلند شو عزیز دل خداوند و زانوی غم بغل نگیر، بدون که خداوند با تو هست. امروز خداوند با تو داره صحبت میکنه. به خاطر داشته باش من با تو خواهم بود و هر جا بروی تو را محافظت خواهم کرد و تو را به این زمین باز خواهم آورد، را ترک نخواهم کرد با همه چیزهایی را به تو وعده داده هم به انجام برسانم. خداوند ما خدای دروغگویی نیست. خداوند تمام وعده هایی که به تو داده مطمئن باش که دونه دونش به تو بر میگرده. چرا؟ چون خدای ما خدای وعده است. خدای ما به وسیله وعده و عهد با ما صحبت میکنه. هللویا، خدا رو شکر میکنیم واقعا برای این خدای زنده. عزیز ایمانداری که الان نشستی داری با خودت فکر میکنی، فکرها به تو حمله کرده و فکر میکنی که چرا تو عنوان فرزند خدا باید الان تو این شرایط باشی، عزیز دل خداوند، خدا داره بهت میگه، خدا داره بهت میگه که پاشو، من با تو هستم، مثل مردمه که چشمم حواسم به تو هست. خدا خدای زنده است و خداوند اگر که اگر الان تو این شرایط هستی، بدون خداوند میخواد یه تعلیم، یه درس به تو بده. کافی اون درس رو فقط بگیری، بعد تو پادشاهی خواهی کرد، تو از غلامی به پادشاهی خواهی رسید. هللویا، خدا رو شکر میکنیم برای وجود خداوندمون عیسی مسیح. هر یکتای عزیزم ممنون میشم برای عزیزانی که الان زانوی غم بغل کردن، افسرده هستن، ناراحت هستن، رنجور هستن. در دعا باشی خواهر گلم که خداوند واقعا خدای وعده هاست، این عزیزان رو بلند کنه. بله ای خداوند، بله ای پدر مهربان، ای پدر پرجلال، ای خداوند ما، خداوند تو رو شکر میکنیم ای خداوند که ما رو فرزند خوانده ای. ای خداوند امروز یک دل فرزندان تو به حضور قدوس و مبارک تو آمدند. ای خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنیم برای دل شکستگان، برای اونهایی که در غم و درد هستن ای خداوند، برای اونهایی که خداوند هر چقدر صدا میزنن فکر میکنن که تو صداشون رو نمیشنوی. ای خداوند، ای خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم ای خداوند که وارد قلب و زندگی هاشون بشی ای خداوند و اونها رو تسلی بدی ای خداوند.
خداوند به نام عیسی مسیح که فرمودی من هستم راه و راستی و حیات، حقیقتن خداوند هیچ راهی به جز راه تو نیست ای عیسی مسیح که بشه به حضور خدای پدر رسید. خداوند تو رو شکرت میکنیم، شکرت میکنیم ای خداوند، و ایمان داریم همین لحظه همین آن خداوند تو قلب های شکسته رو ملاقات میکنی و تسلی میدی به نام عیسی مسیح، آمین. آمین آمین. خدا رو شکر میکنیم برای خداوند که داره اینطوری تو ایران عزیزمون و در قوم فارسی زبان کار میکنه واقعا، و برای تمام نجات هایی که داره هر روزه داریم، خیلی همون با چشامون میبینیم و خیلی همون هم شاید میشنویم که خداوند چجوری داره برای فارسی زبان ها کار میکنه، چرا که خدای ما همونطور که گفتیم خدای وعده و عهد هست و وعده داده که سلطنت خودش رو در ایران عزیزمون، در ایلام عزیزمون میخواد برپا کنه. خدا رو شکر میکنیم واقعا برای این خداوند، و با ایمان میایستیم تا به پیروزی، تا به نجات تمام قوممون، تمام فارسی زبانان و تمام قوم ایرانی. هللویا، خدا رو شکر میکنیم برای این خداوند. خواهر عزیزم، خواهر مهناز گلم، طبق آیه یوحنا 14:6 که شروین جان امروز تعلیم دادن، ممنون میشم برای رشد ایران، برای تمام عزیزانی که الان ایمان آوردن و قلبشون با خداوند هست، دعا بکنیم که حقیقتا در ایمانشون رشد کنن و تک تکشون کالیپا و یوشعا باشن برای خداوند. بفرمایید. آمین آمین. بله پدر جان، به حضور قدوس مبارک تو با توبه میام، با شکرگزاری خداوند، با فروتنی به حضور تو میام پدر جان، شکرگزار تو هستم که من و ما رو فرزند خوندی خداوند، تو روح خودتو به ما دادی خداوند، پس دعا میکنم که همچون فرزندان تو باشیم خداوند، مثل عیسی مسیح باشیم خداوند، که فرزندی نیکو برای تو باشیم خداوند. پس روح القدس بیا امروز، محبت پدر را بر افکار ما، بر دلهای ما بریز خداوندا، تا شخصیت ما تبدیل بشه خداوندا، تا هر آنچه که تو برای ما گذاشتی رو از دستان تو خداوندا دریافت کنیم خداوندا. برای عزیزان، برای خواهر برادرام دعا میکنم خداوندا، در هر کجای دنیا که هستن خداوندا، امروز شفای تو بر اونا بریزه خداوندا، امروز اون بذری که در دلشون کاشته شده خداوندا، خودت با آتش روح خودت، با روغن خودت خداوندم، عیسی جان خودت آبیاری کن، روح القدس پر کن، پر و لبریز کن امروز عزیزانو، تا هر جا که قدم میذارن برکت باشن، تا هر جا که قدم میذارن شفا باشن خداوندا، نور و نمک باشیم برای تو خداوندا. پس خداوندا عزیزارو به دستای قدوس مبارک تو میسپاریم، تا حفاظت تو از آسمان بر اونا باشه خداوندا، تا وقتی دهانشونو باز میکنن خداوندا، اون آتش و محبت تو، عشق تو جاری بشه خداوندا. پس خداوندا امروز هم خداوندا ایمانمونو خداوندا به دستای تو میدیم خداوندا، تو خودت اونو خداوندا آبیاری کنی، از ایمان به ایمان خداوندا پیش بریم، چون ما در تو پیروز هستیم خداوندا، پیروزی نان روزانه ما هستش خداوندا. پس شکرگزار تو هستم خداوندا، همه عزیزان به دستای تو میسپارم خداوندا، و عزیزی که امروز هنوز تا الان ایمان نیاورده خداوندا، میدونم خداوندا هر روز روز نجاته، پس امروز هر عزیزی که این کلام تو رو شنید خداوندا، فروتن شده به حضور تو بیاد خداوندا، تا بشنوه صدای قلبشه که تو داری در میزنی خداوندا، تا در رو باز کنه خداوندا و تو وارد زندگیش بشی خداوندا، تا آرامش تو رو، شادی تو رو، حکمت تو رو، محبت تو رو درک کنه خداوندا. جلال بر نام تو مسیح جان، دعاهامون رو به حضور تو آوردیم خداوندا و در نام قدوس تو دعا کردم. آمین 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 آمین. خدا رو شکر میکنم خواهر مهناز جان، ممنونم. خدا رو شکر میکنم برای خداوندمون که واقعا با روح القدس عزیز اینطوری ما رو هدایت میکنه. خدا رو شکر میکنم. بعد در رضای نازنینم ممنون میشم، در دعا باشیم برای درک اراده خداوند تو زندگی هامون، طبق آیه که امروز شروین جان تعلیم دادن، یوحنا 14:6، که واقعا تک تکمون نشینیم زانوی غم بغل کنیم و بگیم چرا الان من تو این شرایطم، بلکه واقعا با تمام تو میسپارم ای خداوند، چون ایمان دارم به قوت روح القدس شفا رو جاری میکنی همین الان،
پس ای خداوندم بریز اون شفا رو، بریز اون دردها رو، بردار اون بارها رو، بردار امروز هر کسی که درد داره، بار داره و اعتماد داره به خداوند، دستهای خودش رو باز کنه و بگذار که اون قوت و قدرت روح القدس و اون آتش روح القدس بیاد تمیز کنه، بشوره و اون بارها رو از اون زندگی و اون تاریکی ها و اون سیاهی ها رو برداره و به جاش نور خداوند روشنی در زندگی شما بتابه و آرامش و سلامتی و شادی در زندگی شما جاری بشه، چون که به او اطمینان کردی و به او ایمان داشتی. خداوند امروز در زندگی تو عمل کرد در نام مسیح خداوند. آمین. 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 ممنون برادر رضای عزیزم، خدا رو شکر میکنم برای وجودتون. شروین جان ممنون میشم برای شرایط الان ایران و سختی هایی که مردم توش هستن و برای اینکه واقعا درک کنن محبت خداوند رو در دعا باشید. بله خداوند، به حضور مقدس تو میایم ای خداوند، شکر میکنیم ای خداوند عزیز برای اینکه تو به فکر ایران هستی ای خداوند عزیز. مرسی که اجازه دادی اسم ایران در کتاب مقدس باشه ای خداوند، و مرسی که در مورد ایران تو در کتاب مقدس نبوت کردی و در مورد آینده ایران و در مورد ایران در زمانهای آخر صحبت کردی ای خداوند عزیز. ای خداوند فیض بده ای خداوند، بر مردم آشکار کن محبت خودت رو ای خداوند. بر مردم آشکار کن که رنج های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار می شود هیچ هست ای خداوند. مرسی ای خداوند عزیز که تو برای ایران برنامه داری و می خواهی ای خداوند ملکوت خودت رو، سلطنت خودت رو در ایران برقرار کنی ای خداوند عزیز و اسیران ایلام رو برگردونی ای خداوند عزیز. امروز ای خداوند عزیز روح از طریق روح القدس ای خداوند جاری شو ای خداوند در ایران ای خداوند. ای مردم خسته و داغدار و رنج دیده ای خداوند دعا میکنم ای خداوند، ای خداوند بارهای اونها رو تو وردار ای خداوند. ای خداوند از طریق روح خودت با فکرهاشون صحبت کن در خواب و بیداری ای خداوند، و بر اونها آشکار کن محبت خودت رو ای خداوند. وقتی ما محبت تو رو درک میکنیم اون موقع است که تمام سختی های ما، تمام رنج های ما رنگ خودش رو میبازه و فرار میکنه از فکر ما، از زندگی ما ای خداوند. وقتی ما درک کنیم که چه پدر با محبتی هستی و از تو بشنویم ای خداوند که تو چقدر ما رو دوست داری ای خداوند، اون موقع است که تمام رنج ها، تمام قصه ها فرار میکنه و رنگ میبازه و هیچ چیزی نمیمونه ای خداوند جز آزادی تو و شفای تو. زیرا هر جا که روح توست آنجا آزادی است، آنجا شفاست ای خداوند. تو وعده دادی که اسیران ایلام رو برمیگردونی ای خداوند عزیز، آزاد میکنی ای خداوند عزیز. امروز ای خداوند کلام خودت رو به یاد بیار ای خداوند عزیز و عمل کن ای خداوند. روح تو به فراوانی بریز، فقر و لعنت رو، زنا رو، فحشا رو ای خداوند از ایران وردار ای خداوند، و محبت خودت رو ای خداوند در دل مردم بکار از طریق روح خودت. همه این دعاهام رو در نام مقدس عیسی مسیح کردم. آمین. 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 میریم عزیزان یه سرود میشنویم و بعد هم با صدای شما عزیزان از طریق برادر رضای عزیز شما رو خدمت خواهیم کرد. بفرمایید. قلب شکسته
رنگین کمان من قلب من بیرنگه، عطر دستای تو پیچی تو فضای خونه من، وقت رویش جدیده پیشه جوونه من. دست مرا بگیر به سمت خود ببر، رنگین کمان من قلب من بیرنگه، بندن دل من برای تو تنگه، از دست تو تا من فاصله فرسنگه، دست مرا بگیر به سمت خود ببر، رنگین کمان من قلب من بیرنگه. بله، خدا رو شکر، خدا رو شکر برای این سرود پرستشی زیبا. منم سلام عرض میکنم به تک تک عزیزان، عزیزان خداوندی که دارن این برنامه رو به صورت زنده میبینن، و مرسی برای شما عزیزانی که درخواستاتون رو فرستادین. تمام درخواستای دعاتون اینجا هستش. من سعی میکنم که تک تک اسامی رو بخونم، تک تک اون دعاها رو بخونیم، براش دعا کنیم. ولی اگه نرسیدیم همه دعاها رو عزیزان براتون دعا کنن و اینا، من قول بهتون میدم تمام این لیست دعا رو کپی میکنم میفرستم برای تیم دعای 24 ساعته هفت. خدا رو شکر برای این تیم 24 ساعته هفت که در دعا هستن از اقصا نقاط دنیا. شما حساب کنین هر کشوری که عزیزان در اروپا، آسیا، استرالیا هستن، اومدن کمکمون وایستادن و گفتن که ما میخوایم شما رو خدمت کنیم، کمک کنیم در کنار شما عزیزان. و این عزیزان 24 ساعته طبق برنامه که بهشون میدن در دعا میستن. ولی قبل از این که لیست دعاها رو بخونم و اسامی شما عزیزان رو بگم، خدمتون خواهم بگم که از زمانی که از اول ماه می که ما شروع کردیم به بشارت و برنامه بشارت و کشیش هرمز گذاشتن، تعداد نجات ها رو میخوام خدمتون عرض کنم. تو این مدت یک ماه و نیم بیشتر، تقریبا یک ماه و سه هفته میشه، تا الان 1220 نفر گفتن که ما نجات رو دریافت کردیم و کسانی که باعث نجات شدن 2257 نفر، هللویا، که جمع مجموع نجات یافتگان 3477 نفر. خدا رو شکر، هللویا. چقدر آدم ذوق میکنه، چقدر خوشحال میشه. ما الان 3477 خواهر برادر اضافه تر امروز دریافت کردیم، خدا رو شکر. و همه این عزیزان جز قوم خداوند هستن، در ملکوتم با این عزیزان خواهیم بود. خلاصه داره هر روز این دایره خانواده بزرگ الهی خداوند بزرگ و بزرگتر میشه. ما فرصت نداریم، زمان خیلی کوتاهه. امروز پیغام برادر شروین رو هم شنیدید. فقط از راه خداوند عیسی مسیح میتونید شما نجات رو دریافت کنید، هیچ راه دیگه ای نیستش. امروز فکر میکنیم زنده هستیم تا هزاران سال دیگه و مرگ برای ما نیست، مرگ برای دیگران هستش. میخوام بهتون بگم که خداوند شاید امروز به شما این فرصت رو داده که این پیغام رو بشنوید و نجات رو دریافت کنید. اگر که میخوای نجات رو دریافت کنی، با ما تماس بگیر،
و دعای نجات رو عزیزان هستن، خادمین هستن با شما میکنم. به ما پیغام بدید، ما همیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز شاید خداوند برای شما گذاشته که این نجات رو دریافت کنید و این در باز هستش، این فیض خداوند هستش که با تمام گناهانی که تو داری شاید بگی که هیچ کس نمیتونه گناه منو ببخشه، هیچ کس منو درک نمیکنه. چرا؟ خداوند تو رو درک میکنه، خدا گناه تو رو میبخشه. هر گناهی که کردی در توبه خداوند باز هستش و میگه که فرزندم، دخترم، پسرم، بیا به آغوش من، من میخوام که تو رو نجات بدم. عیسی مسیح برای همین اومد روی زمین. به حرف شیطان گوش نکن. شیطان ممکنه تو رو ضعیف کرده، ممکنه تو رو افسرده کرده، به تو گفته هیچ کس تو رو دوست نداره، برو دست به خودکشی بزن، شاید نمیدونم الان تیغ دستت هست، شاید میخوای اووردوز کنی، مواد مخدر مصرف کردی که خودتو بکشی، شاید هزار بلای دیگه میخوای سر خودت بیاری، یا اصلا نقشه کشیدی برای یه گناهی که امشب بری یه گناه دیگه ای انجام بدی. خداوند داره تو رو میبینه، خداوند داره به تو فرصت میده، دخترم، پسرم، بیا در آغوش من. به هر حال خدا رو شکر برای شمایی که ایمان آوردید و خدا رو شکر برای شمایی که امروز پیغام نجات و ایمان رو دریافت کردید و دارید روش فکر میکنید. با ما تماس بگیرید، دعا حتما با شما خواهیم کرد. خداوند خیلی محبت داره و شما رو دوست داره. خب بریم سر وقت پیغام شما عزیزان. یه عزیزی نوشته سلام دوست عزیز، امیدوارم که شما هم مثل من شاد و خوشحال باشید. میخواستم بگم که خدا یه پسر به هم داده، ممنون از خداوند عیسی مسیح. هللویا، خدا رو شکر، خدا رو شکر که خداوند به شما یک پسر داده. دعا میکنیم در نام عیسی مسیح که مسح خداوند، برکت خداوند بر این پسر باشه و روزی خادم خداوند باشه، در خدا رشد کنه، بشارت بده، بره انسانها رو نجات بده و از دست شیطان بکنه بیاره در خانواده الهی و جزء ملکوت خداوند کنه به نام عیسی مسیح. هللویا، خدا رو شکر. عزیزی دیگه نوشته علیرضا از یوتیوب برای ما پیغام فرستاده، خداوند نور جهان است و خداوند از نور خود که نور جهان است بر مردم ایران بتاباند و آنها را از تاریکی نجات بدهد و به روشنی روشنایی هدایت فرماید در نام عیسی مسیح. آمین آمین. مرسی علیرضا برای این دعای زیبات که برای مردم ایران کرد. واقعا این روزها تمام مردم ایران نیاز به دعا دارن و وظیفه ما مسیحیان این هستش که در دعا بیستیم، برای این عزیزان دعا کنیم. عزیزی دیگه نوشته به نام پرستو، دعای من اینه که مشکلات همه برطرف بشه. آمین. و همچنین گرفتاری منم حل بشه. منتظر جوابی هستم و میدونم که پدر آسمانی فرزنداشو تنها نمیگذاره. آمین پرستوی عزیز، خدا رو شکر برای ایمانت، خدا رو شکر برای این قلبت و با ایمان بیست، دعا کن. ما هم در نام مسیح دعا میکنیم که هر در بسته برات باز بشه و خداوند و اراده خداوند در زندگی تو جاری بشه در نام مسیح. عزیزی دیگه نوشته لطفاً برای خواهرزاده من، اسمش که نادره، 33 ساله، برای ازدواجش دعا کنید. میگه هر جا میره خواستگاری خلاصه جور در نمیاد. ای بابام، هی لطفاً خواهش میکنم در تیم دعا اونو با تمام جوانایی که میخوان ازدواج کنن، هللویا، دعا کنید تا ازدواج کنن. این دیگه تیم دعا، میدونم که مجرده الان خوشحالن، میگن ای خدا میشه میشه خلاصه این در ازدواج باز بشه من ازدواج کنم. حتما، چرا که نه، دعا کنید خداوند اون دختر و اون پسری رو که اراده خدا باشه و برای شما در نظر گرفته باشه حتما حتما به انجام میرسونه و در کنار هم یه خانواده الهی خوب، گرم، صمیمی تشکیل خواهید داد با بچه های کاکل به سر پسر و دختر جور با جور به نام مسیح. آمین، خدا رو شکر. فروغ هستم، لطفاً دعا کنید خانوادم ایمان بیارن و آرامش مسیح رو تجربه کنن. چشم، در نام مسیح حتما دعا میکنیم. عزیز دیگه سلام، لطفاً برای پسرم استیوان دعا کنید شفا داشته باشه و من رو ببخشه و من و با من آشتی کنه. آخه مثل که با هم قهرن، این قهر خیلی بد هستش، آدم دلش میگیره. میگه با پدرش که شوهر من هستش زندگی میکنه، 20 سالشه، ناراحتی استخوانم داره، از پدرش ژنتیکی برده، شوهرم در 16 سالگی خوب شده، اما پسرم خیلی درد داره و خیلی
عمل جراحی پا و زانو و دست انجام داده و ترس و استرس از این داره که شاید خوب نشه. خواهش میکنم که برای شفاش دعا کنید. ممنون. من سیلوا هستم، الان منزل دایم هستم و دعا کنید. داریم برنامه رو میبینیم. حتما حتما سیلوای عزیز الان دعا میکنیم. خواهر یکتای عزیز، میخوام که شما خواهر عزیز برای این عزیزی که برای ما این مادر که اینقدر نگران پسرش هست لطفا دعا کنید به نام عیسی مسیح که شفای خداوند بر این پا بیاد و همین الان شفا رو دریافت کنه. بفرمایید. باشه. بله ای خداوند، ای پدر جان، به حضور تو آمده خداوند. خداوند تو صدای مادران رو به طور خاص میشنوی ای خداوند. خداوند امروز در این لحظه ای خداوند، این مادر عزیزی که نگران فرزندشه و مادرهای بسیاری که خداوند فرزندان بیمار دارن ای خداوند، چه بیماران روحی و چه بیماران جسمی ای خداوند، به نام عیسی مسیح همینک شفای خداوند رو بر جان و وجود اون پسر عزیزی که استخوان درد داره و تمام عزیزانی که فرزندانشون در هر دردی هست ای خداوند، می طلبیم شفای تو را به نام عیسی مسیح با شکرگزاری. آمین ای خداوند. هللویا. آمین آمین. مرسی مرسی خواهر یکتای عزیز، خدا برکتتون بده. مرسی برای دعاتون. بله عزیزی دیگه ادامه میدیم. درود خدا بر شما. لطفا برای من و همسرمون بچه ها در دعا باشید. دیروز رفته تست کرونا داده و متاسفانه مثبت بوده. حتما لابد من و بچه ها مبتلا شدیم. لطفا برای ما که اسم من فریده هست و همسرم حمید و اسم بچه هاشون سروش و مرسانا هست، در دعا بیستید که از این درد و این ناراحتی کرونا به نام عیسی مسیح دور بشه. حتما برای کرونا دعا میکنیم به نام عیسی مسیح. عزیزان لطفا برای یکی عزیز دیگه نوشته که در افغانستان هست. این عزیزم مثلی که اسمش امین هست و مادرش هم کرونا گرفته و دعا میکنیم به نام عیسی مسیح که البته الان وقت نداریم، 4 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نیستش. من حتما اسم شما عزیزان رو میدم به تیم دعای هفت که براتون دعا کنن. همچنین درخواست دعای دیگم اومده خدمتتون عرض کنم که برای برادر امانوئیل عزیز که میگه امروز تصمیم گرفته به ترک مواد مخدر. هللویا، خدا رو شکر و قوت خداوند عیسی مسیح و برادرمون بتونه از این درد آزاد بشه و درد کمتری بکشه به نام عیسی مسیح. حتما. عزیز دیگه برای همسرش ویدا درخواست دعا داشته و عزیزان دیگه. عزیزان سعی میکنیم که تمام این دعاها رو همه رو برای تیم دعا بفرستیم و عزیزان دعا کنن. ما هیچ کدوم رو فراموش نمیکنیم. برای تک تک اسامی شما دعا خواهد شد. دستگذاری میشه و دعا میشه. و خواهش میکنم وقتی هم که نجات و شفا رو دریافت میکنید به ما پیغام بدید. همینجور که درخواست دعا میدین وقتی شفا رو دریافت میکنید از خدا به ما بگید که شفا رو دریافت کردیم، من فلانی هستم، دعا کردین شفا گرفتیم، که ما این رو اعلام کنیم برای جلال نام خودمون، نه برای جلال خودمون، برای نام خداوند و جلال خداوند. خواهش میکنم. مرسی از شما عزیزان. فردا برنامه دست خدا داریم. حتما حتما یه عزیزی هستش که میخواد شهادتش بگه. 10 شب خواهد بود. خواهش میکنم که تک تک شما عزیزان بیایید ببینید این برنامه رو. شهادت ها رو ما روزای چهارشنبه به نام دست خدا میگذاریم اونجا. اگرم که شما شهادتی داری که چطور ایمان آوردی، معجزه شده در زندگیت، حتما حتما بیایید اعلام کنید در سوشال مدیا، در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام. ما همه جا خلاصه خدا رو شکر برای این سیستمای جدید اپلیکیشن ها همه جا هستیم. پیغام بدید من میخوام بیام به طور زنده، چون میدونم آمریکام، آلمانم، استرالیام، آفریقام، هر کجا که هستیم میخوام بیام به طور زنده. فردا این عزیزانم تو سوئد هستن، یه زن و شوهرن که چطور شده اینا ایمان آوردن، اینقدر شیرینن این دوتا زن و شوهر. میخوام با هم دیگه بیان مجید عزیز و لیلای عزیز که شهادتشون رو بدن.
فرد پس فرداشم پنجشنبه بازم 10 شب خدا رو شکر درس زندگی داریم با کشیش هرمز و بعدش هم یه برنامه بعد از برنامه درس زندگی به نام منو بیدار که فردوس عزیز میاد از مشکلات و معضلاتی که توی جامعه حالا بین خانوم ها آقایون اتفاق میفته اعلام که خیلی شیرینه. من خودم دوست دارم واقعا بحثاشون که میان ریشه یابی میکنن خیلی دوست دارم خدا رو شکر برای این عزیزان. جمعه هم که عزیزان خودتون میدونید دیگه برنامه کلیسای 7 هستش که همه جمع میشن در کلیسای 7 دعا میکنن پرستش میکنن 8:30 شب هستش. از شما عزیزان دعا میکنیم که حتما در این کلیسای 7 شرکت کنید. این کلیسا همون کلیسای خداوندی هستش که شما عزیزان حتما که نباید برین کلیسای ساختمونی کلیسای اینترنتی هستش و دعا و پرستش میکنیم دعا میکنیم برای شما عزیزان و از شما دعوت میکنیم که حتما پس این برنامه رو ببینید. بعد اتمام برنامه کلیسای 7 شما میتونید با اپلیکیشن زوم که ما حتما توی سوشال مدیا فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام خواهیم گذاشت اون لینک زوم رو 10 شب به وقت ایران که ما هر هفته جلسات هفتگی بشارتی داریم و این برنامه برای عموم آزاد هستش به طور زنده شما عزیزان میتونید شرکت کنید. اونجا بیایید سوالای بشارتیتون رو بپرسید چجوری میشه بشارت داد اگر سوال الهیاتی داشتید سوال کنید و خدمتتون عرض کنم که بله این تایممون هم زده شد یعنی دیگه تمام وقت دیگه نداریم. همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. یادتون نره پس فردا پس فردا و جمعه و شنبه کشیش هرمز عزیز برنامه لایو گپ و گفتگو داره توی اینستاگرام. ما حتما شما رو در سوشال میدیا خبرتون میکنیم که بیایید و خیلی برنامه مهیجی است. همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. مرسی از این که تا این لحظه با ما بودین. دست خداوند با شما عزیزان باشه. ای خداوند، تنها نزد تو فریاد برمی آورم و از تو یاری می جویم. در این دنیا یگانه پناهگاه من فقط تو هستی. تنها تو می توانی جانم را در امان بذاری در زندگی و تنها تو هستی که تو آرزوها رو برآورده می کنی. مزمور 142 آیه 5. سلام و عرض ادب خدمت تک تک شما عزیزان خداوند. خدا رو شکر شاکر هستم و خیلی شکر میگم که یک بار دیگه این اجازه رو به من داد که مهمان خانه تک تک شما عزیزان خداوند باشم. خدا رو